سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم عالی باشید. پک نوملتینگ جدید سیزن 5 یوروپین شاددان دیروز به بازی اضافه شده که اسمش ان سیزن ام وی پی ها هستن و توی این ویدیو میریم سراغ بررسی کامل بازیکن این پک و ببینیم که از بین بازیکن 5 ستاره، 4 ستاره و 3 ستاره که ما توی این پک داریم بهترین انتخاب کدوم بازیکن هستن و همینطور بهترین حالت مکس کردنشون به چه شکلیه. پس حتما تا آخر ویدیو همراهی بکنید، مثل همیشه لایک و از اون پایین بزنید که دمتون گرم. خیلی سریع میریم سراغ ویدیو. این پک رو ما به مدت 4 هفته داخل بازی داریم و بازیکنایی که تو این پک حضور دارن 6 تا بازیکن 5 ستاره داریم، 3 تا بازیکن 4 ستاره و 2 تا بازیکن 3 ستاره. برناردو سیلوا، نونو مندز، کایسدو، پدرو، واتکینز و پوپه بازیکنان 5 ستاره این پک هستن. بازیکنان 4 ستاره کوکو، سانچز و مارتینز هستن و 2 تا بازیکن 3 ستاره ما تو این پک داریم، یعنی هاتاته و گولر. بریم سراغ برناردو سیلوا. یکی از بهترین انتخابایی هستش که ما میتونیم از این پک داشته باشیم با اوورال بوست شده 99، سبک بازی کرتی پلی میکر که 28 سالم هستش. بریم سراغ آمارش. آفنسیو اورنس 89 داره، بول کنترل 97، دریبلینگ 96، تایت پوزیشن 97، در کنار اینا بالانس خیلی عالی 94 هم داره که واقعا تو اینا بی‌نظیره. پاسینگ خیلی خوبی هم داره، لوپاس 86 داره، لوفتد 87 داره و کرلی که 82، ولی خب سرعت زیاد بالایی نداره، سرعت 75 داره، هرچند که اکسلریشنش خوبه، اکسلریشن 86 رو داره و استامینا هم که 88. بریم اگه مهارتاش هم اگه نگاهی بندازیم توی مهارتاش هم می‌بینید که قابلیت پینگ‌پونگ کراسینگ براش وجود داره که میتونه سانترم بکنه از اونجایی که لوفتد خوبی هم داشت و همینطور ترو پاسینگ هم براش هست که میتونه پاس عمق خوبی هم بندازه برای شما. همینطور شوت هم میتونید باج از پشت محوطه بزنی از اونجایی که مهارت مثل لانگر کرلر و لانگر شوتینگ هم براش وجود داره و کرل خوبی هم داشت 82، میتونی شوت‌های آردو خوبی هم باش بزنی از پشت محوطه. یه مهارتی که به نظر من توی اسکیلای برناردو سیلوا جاش خیلی خالیه دبل تاچ، که از اونجایی که بالانس خیلی عالی داره و کنترل تو و دریبل فوق‌العاده‌ای داره میتونه خیلی خوب دبل تاچ بزنه، ولی خب تو مهارتاش کنامی قرار نداده که خودتون میتونید این مهارت رو به اسکیلای برناردو سیلوا اضافه بکنی اگه این بازیکن رو گرفتید که خیلی عالی میشه. بازیکن فوق سرعتی این پک یعنی نونو مندز با سبک بازی آفنسیو فول بک 20 ساله و بریم سراغ آماری که برای نونو مندز وجود داره. خب این بازیکن سبک بازی به صورت آفنسیو فول بک، یعنی قراره توی حمله ها به شما کمک بکنه و اضافه بشه اونجا و ما ازش انتظار داریم که بتونه سانترای خوبی هم بکنه چون بالاخره ال وی هستش، ولی خب تو آمارش همونطور که میبینید لوپاس 74 داره، لوفتد 78 داره، جفتشون زیر 80ن، پس خیلی نمیشه زیاد رو سانت کردنش حساب باز کرد، ولی خب توی مهارتاش اگه بیام نگاه بکنیم قابلیت پینگ‌پونگ کراسینگ براش وجود داره، پس تا یه حدی میتونه سانترای خوبی رو دروازه بکنه، ولی خب به پای سانترایی که بازیکن دیگه میکنه مثل رابرسون و کانسلو، بازیکن دیگه که لوفتد خیلی عالی داره، واقعا نمیرسه. بالاخره این بازیکن داره تو پست ال وی بازی میکنه و مدافع محسوب میشه، ولی آمار دفاعش واقعا چنگی به دل نمیزنن. دفنسیو اورنس 75، انگیجمنت 73، تکلینگ 78 و اگریگیشن 72 رو که همه آمار دفاعش زیر 8 شدن، پس خیلی رو دفاع کردن نمیشه روش حساب باز کرد. نقطه قوت اصلی که این کارت نونو مندس داره سرعت بی‌نظیرشه، سرعت 99، اکسلریشن 97 که واقعا خیلی عالیه، مثل این موشک میمونه قشنگ، هیچ مدافعی نمیتونه به گرد پاش برسه و کیکینگ پاوری که 90 که اینم خیلی عالیه. از اون طرف استامینای خیلی عالی 94 هم داره که خیلی میتونی راحت از کنارها باهاش حرکت انفجاری بکنید و کم هم نیاره تا آخر بازی شما رو یاری بکنه. بازیکن 5 ستاره این پکمون کایسدو هستش، باکس تو باکس 21 ساله. بریم سراغ آمارش که بال کنترل 94 داره، دریبلینگ 82، تایت پوزیشن 86 و لوپاسی که 93 که خیلی عالی لوپاسش و لوفتد 87 هم براش وجود داره. از اون طرف هم توی آمار دفاعیش هم عملکرد خوبی رو داره، حالا اورنسش زیر 80 ولی خب انگیجمنت 86، تکلینگ 86 و اگریگیشن 89 داره. فراموش نکنیم که این داره تو پست سی ام اف بازی میکنه و از اون طرف هم اسپید مناسبی هم داره 83 که بد نیست و کیکینگ پاور فوق‌العاده 90 هم براش وجود داره، استامینا هم که 91. توی مهارتاش اگه بیام نگاه بکنیم همونطور که میبینید مهارت زیادی کنامی براش قرار نداده، لانگ شوتینگ داره، اوتال کرلر، من مارکینگ و اینترسپشن، مهارتای مثل مهارت پاسینگ براش وجود ندارن که یه عیب بزرگ میتونه باشه برای کایسدو که حالا خودتون میتونید اگه این بازیکن خواستید بگیرید مهارت پاسینگ هم بهش اضافه بکنید. وینگر راست این پکمون یعنی پدرو با سبک بازی کریتی پلی میکر 24 ساله. بریم سراغ آمارش. همونطور که میبینید یه آمار تقریبا متعادلی رو داره به شما میده، آفنس اورنس 86، بال کنترل 86، دریبلینگ 87، پوزیشن 86 و لوپاسی که 80 و از اون طرفم اسپید 85، اکسلریشن 83، کیکینگ پاور 88 و بالانس 88 و استامینا 87. همونطور که می‌بینید آمارش تقریبا متعادله، جوری نیستن که توی سری آمار خیلی بالا باشه، توی سری خیلی پایین باشه. آمار متعادل رو به شما داره میده.
بازیکنی که میخواد تو پست وینگ بازی بکنه با تقریبا میتونه سانترال خوبی هم انجام بده برای ما، که این بازیکن شاید نتونه این کارو انجام بده. همونطور که میبینی لفتد 79 داره، لفتدش خیلی خوب نیست و توی مهارتاش هم اگه بیام نگاه بکنیم پیمونکروس هم براش وجود نداره، پس روی سانت کردن نمیتونیم خیلی زیاد روش حساب باز بکنیم. و همینطور روی آردو زدن از پشت مواته خوب فینیشینگ داره 80، از اون دارم کیکینگ پاور 88 هم داره، ولی دیگه کرل زیاد مناسبی نداره، پس روی آردو زدن هم نمیشه روش حساب باز کنیم و شوت معمولی بزنیم بهتره باهاش. دو تا بازیکن پس داره دیگه موندن، یعنی واتکینز و مارتینز، که حالا خیلی زیاد من اینا رو پیشنهاد نمی‌کنم. واتکینز با سبک بازی گل پوچر 27 ساله، بریم سراغ آمارش که فینیشینگ 82 داره، هدش هم 83 که بد نیستن اینا، اسپید 88 داره در کنار اکسلریشن 92 که سرعتش واقعا خوبه، کیکینگ پاورش هم که 84، جامپ هم 81 داره و بالانس 86 در کنار استامینا 86 که توی مهاجماتون واقعا اگه مهاجم بهتر از این نداری حالا میتونی بیای سراغ واتکینز. دروازه‌بان پاسدار این پکیمون یعنی پاپه، بریم سراغ آمارش که جیک اورنس 88 داره، جیک کچینگ 83 داره، رفلکس 86 و ریچ 90 داره که به نظر من بازیکن استاندارد هم میشه پیدا کرد که همین آمارو داشته باشه و حتی بهتر از این، پس خیلی زود توصیه نمی‌کنم اینو. بریم سراغ بازیکن‌های 4 ستاره این پکیمون، جایی که 3 تا بازیکن 4 ستاره ما تو این پک داریم، یعنی کوکو، سانچز و این بازیکن مارتینز. آمار کوکو رو دارید اینجا ملاحظه میکنید با سبک بازی اورچستریتر و 22 ساله بازیکن، بازیکن 4 ستاره محسوب میشه، ولی آمارش واقعا آمار خیلی خوبی هستن. بال کنترلی که 91، دریبلینگ 83 در کنار تایت پوزیشن 86 و پاسینگ خیلی عالی که براش وجود داره، هم لو پاس و هم لفتد پاس جفتشون 90ن که واقعا تو پاس خیلی عالی هستش. پلیس کیکینگ 82 داره، کرل 83 داره که میتونید باهاش آردوی خوبی هم باش بزنید و اسپیدی که 83، اکسلریشن 82، کیکینگ پاور هم که داره 89 و بالانس متعادلی هم داره 84 و استامینا که 85. میگم با توجه به آماری که داره میده و بازیکن 4 ستاره ارزش واقعا ارزش داره. بازیکن تیم المپیک مارسی سانچز شیلیایی با سبک بازی دیپلینگ فوروارد و 34 ساله. بریم سراغ آمارش ببینید تو آمار حرفی واسه گفتن داره یا نه. افنسی اورنس خیلی عالی داره 90، بال کنترل 85، دریبلینگ 85 و تات پوزیشن 80، پس از اون دسته از مهاجمایی که کنترل تو و دریبل خوبی رو داره. فینیشینگ 83 داره، کرل 84 و کیکینگ پاوری که 84، پس پکیج تمام کنندگی رو زمینش تقریبا خوبه، ولی از اون طرف همونطور که میبینید اسپید 79 داره که اسپید چندان بالا نیست، ولی اکسلریشن خیلی عالیه، اکسلریشن 91 داره و بالانس خیلی عالی هم داره، بالانس 94 که کمتر مهاجم شما پیدا میکنی که یه همچین بالانس خیلی عالی داشته باشه، بالانسش فوق العاده است و از اون طرف ولی خب باز نمیتونه هد بزنه، هد فقط 66 داره، پس باید رو زمین رو تمام کنندگی رو زمینش جوری حساب باز بکنیم. این برای اون دسته از اکانتایی که حالا تازه ساخته شدن یا بازیکن بهتر از این واقعا ندارن میتونه انتخاب خوبی باشه. سانچز شیلیایی تنها مدافعی که ما تو این پک داریم یعنی مارتینز، بازیکن 4 ستاره با سبک بازی بیلدا و 26 ساله. بریم سراغ اول آمار دفاعیش که همونطور که میبینید دفنسی اورنس 90 داره، انگیجمنت 87، تکلینگ 86 و اگریگیشن 90 داره که سری قبلی با مارکینیوشو داشتیم توی پک نورتینگ قبلی که آمار دفاعیش بی‌نظیر بودن، که به نظر من اگه مارکینیوشو داری تو ترکیبتون اصلا سراغی نرید بهتره. حالا بقیه آمارش هم هدش 80 که بد نیست، جامپ 87 و فیزیکال کانتکت هم که 84. دو تا بازیکن 3 ستاره ما تو این پکی داریم که برخلاف اینی که حالا 3 ستاره هستن ولی آمار واقعا خوبی رو دارن. بریم سراغ بازیکن اولی یعنی هاتاته از تیم سلتیک اف سی با پلینگ استایلی که هول پلیر و 25 ساله هم که هستش، داره تو پست سی ام اف بازی میکنه. بریم سراغ آمار، بول کنترل 83، دریبلینگ 84، تایت پوزیشن 82، لو پاس و لفتد خوبی هم داره 84 81. یعنی توی این آماره واقعا آمار متعادلی داره. از اون طرف اگه بیام نگاه بکنیم در واقع اسپید 83 داره، در کنار اکسلریشن 82 و کیکینگ پاوری که 90 و از اون طرف هم استامینا خیلی خوبی هم داره 90 که میگم آمار تقریبا متعادلی داره که برای بازیکن 3 ستاره آمار بدی واقعا نیستن. بازیکن آخری که ما تو این پک داریم یعنی گولر که اینم بازیکن 3 ستاره هستش با سبک بازی کلاسیک نمبر 10 که فقط هم 17 سال سنش هست. بریم سراغ آمارش که بال کنترل و دریبل خیلی عالی رو داره، بال کنترل 92، دریبلینگ 93 و تات پوزیشن 94، بازیکن 3 ستاره هستش و همچین آماری داره. بریم سراغ پاسینگش که پاسینگ خوبی هم هست، لوپاس 87 و لفتد 81 داره که روپاس عمل کرده خوبی رو داره، کرل 80 در کنار اکسلریشن 89، اسپیدش زیاد بالا نیست 78 فقط و کیکینگ پاور هم نداره و بالانسی هم که 87، ولی از اون طرف استامینا خیلی افتضاحی داره، استامیناش فقط 67 که دیگه فقط همون یه نیمه رو بازی بکنه خیلی هم عالی هستش، همون یه نیمه رو بازی بکنه، ولی باجوش میگه بازیکن 3 ستاره هستش، آمار بال کنترل دریبل خیلی عالی رو داشت. خب بچه‌ها اینم از این ویدیو، امیدوارم که لذت برده باشید. بازیکن‌های پک نامینیتینگ ان سیزن ام وی پی رو با هم دیگه کامل بررسی کردیم و حالا انتخاب آخر دیگه پای خودتونه. من به احتمال زیاد برای این اکانت خودم
از بین بازیکنان 5 ستاره یا برم سراغ برناردو سیلوا یا برم سراغ نونو مندس، حالا انتخابمو میکنم از اینا. از بین بازیکنان 4 ستاره هم بین سانچز یا کوکو یکیشو انتخاب میکنم و بازیکن 3 ستاره من خیلی دوست دارم اون ام اف آخری رو بگیرم و ببینم تستش کنم ببینم چه جوری هستش. شما حتما بگید داخل قسمت کامنت ها که از این پک کدوم بازیکن یا کدوم بازیکن ها رو گرفتید. تو قسمت کامنت ها بگید. مرسی از اینکه منو تا آخر ویدیو همراهی کردید. مثل همیشه لایک، کامنت، سابسکرایب حتما بزنید که دمتون حسابی گرم. میبینمتون تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.